تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفری قرآن پاسخن خالق نشستیم. چه زیباست مخلوق بنشینه و خالق برای صحبت کنه. صحبت های سالم، نور، هدایت، سخنانی که شنیدنش عبادته، فهمیدنش عبادته، عملش عبادته، نتیجهش ابدیته. آیه به آیه تفسیر شد. الان جزء 15 سوره اسراء آیه 76 هستیم. بشنوید. و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا. نزدیک بود کفار حالا با نیرنگ یا با غلبه تو را از این سرزمین بکنن و بیرونت کنن. اگر این کارو میکردن لا یلبثون خلاف که الا قلیلا، جز مدت کمی پس از تو پایدار نمیموندن، به خاطر این ظلم گرفتار قهر خدا شدن. نزدیک بود تو رو با توطئه و نیرنگ یا با قهر و غلبه تو رو از منطقه بکنن، تبعیدت کنن. اگر این کفار دست به یه همچی غلطی میزدن، ما بعد از مدت کمی اینها رو نابود میکردیم. در سوره انفال آیه 30 این مطرح شده که کفار نشستن برای پیغمبر 4 تا طراحی کردن. و یمکروا بکل الذین کفروا. یمکروا بکل الذین کفروا یعنی کفار مکر برنامه ریختن. گفتن چی؟ گفتن لیثبتوک، بگیریم زندانش کنیم. او یقتلوک، بکشیمش. او یخرجوک، تبعیدش کنیم. یا زندان یا تبعید یا اعدام. و یمکرون، بله طراحی کردن. و یمکر الله، بله خدا هم طراحی کرد. والله خیر الماکرین. یعنی پیغمبر در معرض هر خطری بود. خطر توطئه، خطر ترور، خطر آوارگی، خطر تبعید. دشمنان غرضشون اینی که با اصل ریشه مخالفت کنه. مکتب رو بردارن، میگن او صاحب مکتب رو غلاغم کنیم. خب طرح کافران در مرحله اول ای بود که در فکر و عقیده پیغمبر اثر بذارن. لیفتنوک، آیات قبل میگه یفتنوک یعنی تو رو به فتنه بندازن. اول بگیم بریم ببینیم میتونیم فکرش رو عوض کنیم. اگر نتونستن فکرت رو عوض کنن، در مرحله بعد شدت عمل، شدت عمل هم درجه داره. گفتیم یا زندان یا تبعید. این قرآن از غیب خبر میده، چون پیغمبر که خبر نداشت. به پیغمبر میگه اینا 4 تا طرح برات دارن. یثبتوک، زندان. یقتلوک، اعدام. یخرجوک، تبعید. اگر این کارو میکردن ما اینا رو نابود میکردیم. آیه 77 بشنوید. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. این سنت یعنی این که ما طغیانگران رو هلاک میکنیم درباره پیغمبر قبلی هم بودن. اگر اینها طرحشون عملی میکردن، یعنی میگرفتن تو رو یا زندان یا تبعید یا اعدام میکردن، ما اینها رو نابود میکردیم. نسبت به انبیاء قبل هم ما اینها رو کار کردیم. سنت من قد ارسلنا قبل که من رسولنا، این برنامه ما، این کارای خدا قانونمنده، هدفمنده. یعنی نسبت به همه انبیا اینه. توطئه‌گران، کسانی که طراحی میکنن برای وراندازی و ریشه‌کنی مکتب انبیا، اینها نابود میشن. قرآن فرماد که قال الذين كفروا رسلهم، کفار در طول تاریخ به انبیاشون میگفتن لنخرجنکم من ارضنا، شما را از منطقه بیرون میکنیم، تبعید میکنیم. او لتعودن فی ملتنا، یا بیاد مثل ما باشید یا اگر میخواید مثل ما نباشید شما را بیرون میکنیم. فاوحا الیهم، خداوند به همه انبیا وحی کرد، گفت لنهلکن الظالمین، ما اینها رو اولتیماتوم میدن، میگن که یا دست از مکتب بردار بیا مثل ما باشی یا تبعید میکنیم. لنهلکن الظالمین، اینا ظالمن و ما اینا رو هلاک میکنیم. این سنت ما.
سنت‌های خدا چون بر اساس حکمت همیشه ثابته. چیزای سلیقه‌ای ممکنه عوض بشه، اما چیزی که بر اساس حکمت ثابته. و توطئه کفار از یک سم، امدادهای غیبی خدا نسبت به انبیا از یک سم دیگه، اینا ریشه تاریخی داره. می‌فرماید سنت من ارسلنا قبلک، سنت من ارسلنا قبلک من رسولنا. در قرآن کلمه قبلک زیاد داریم، ولی کلمه بعدک نداریم. ابتدای من که پیغمبر خاتم الانبیا است، قبل پیغمبر انبیا بودن، اما بعدک نداریم. سنت من ارسلنا قبلک من رسولنا. خب خداوند عادل، در شرایط یکسان، مهر و قهرش هم یکسانه. لن تزد سنتنا تحویلا، برنامه ما اینه هر کس نسبت به انبیا توطئه و طراحی کنه نابود میشه. قبلا هم بوده، حالا هم هست، بعدم هر کس نسبت به اولیاء خدا یه همچین برنامه دیشوشه حالگیری میکنه بزرش. خب این آیم تمام. آیه 78 داشتیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نماز را به پا دار که لدلوك الشمس، میگن اول نمازی که واجب شد نماز ظهره. دلوك یعنی خورشید به سمت مغرب بره، اول خورشید یه ذره ذره میاد بالا، بعد یه ذره ذره میاد پایین، همون که شروع که بره این وقت به سمت مغرب دلوكه. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، یعنی تا تاریکی شب، و قرآن الفجر، و همچنین قرآن سپید دم را اقامه کن. که اینجا قرآن الفجر گفتن صلاة الفجر، خدا به نماز گفته قرآن، قرآن الفجر نماز صبح را گفت. این قرآن الفجر کان مشهودا، نماز فجر مورد شهادته، که داریم که هم فرشتهای شب نماز اول وقت صبح طلوع فجر، اول صبح نماز که میخونیم، چون یه پا صبح یه پا هنوز تاریکه، یعنی فرشتگان شب و فرشتگان روز هر دو گواهی میدن برای نماز. خب وقت نماز ظهر و عصر رو بیان کرده تا غسق الليل، وقت نماز مغرب و عشام که وقتی تاریک پیدا شد، وقت نماز صبح هم هست. امام صادق فرمود همونطور که گفتیم اولین نمازی که واجب شد نماز ظهر بود، وقتی این آیه رو خوندن. خب این که لدلوک شمس، این خودش یه درسه، یعنی وقتهای اسلامی همش طبیعیست، یعنی چه؟ یعنی همه جا، همیشه، بره همه کس، قابل فهم. نگوته چه ساعتی که هر کسی ساعتش جلو بره عقب بره، هر منطقه یه ساعتی داشته باشه. دلوک شمس سمل رویا افتل رویا، ماهو دیدی فردا ما رو میزونه، ماهو دیدی فردا ما رو میزونه، تموم میشه عید فطره. صورت رو میخوای بشوری میگم از موی پیشونی پیداست اینجاست تا چونه، هر کسی میده نگفته چند سانت از چند سانت تا مترم کجا بود، سانتم کجا بود، بله هر کسی دستش باشه، از انگشت شست تا انگشت وسط ها تا این مقدار، شستن تا آرنج، آرنج هر کسی میدونه کجاست، آب کل چقدر است، جوانیم طول توجنیم عرض، توجنیم عرض، هر کسی وجبش باشه، طلوع، غروب، دیدن ماه، وجب، ذرا، گام، معیارهای اسلامی همش معیارهای طبیعیه، معیارهای طبیعیه. خب در میان نمازها، نماز صبح یه جایگاه ویژه‌ای داره، ان قرآن الفجر کان مشهودا. خدایا ما را مقیم نماز قرار بده و مزه نماز را به ما بچشون، گفتگوی بی نهایت کوچیک با بی نهایت بزرگ. خدا را شکر که هر وقت میخوایم با خدا میتونیم صحبت کنیم. البته این نمازهای واجب همونطور که خدا گفتن همون توبه گفته، اما گاهی وقتا آدم گاهی بپرسن چرا عربی بخونیم؟ این نمازهای واجب 10 دقیقه، این 10 دقیقه عربی بخون، روز 24 ساعته، 23 ساعت و 50 دقیقه اختیار به خود ده، با فارسی به خود حرف بزن، اما این 10 دقیقه رو گفتن این تقیم باشه، چون اسلام خواسته همه مسلمان یه زبان مشترکی داشته باشن،
مثل که الان همه خلبانهای دنیا با هر فرودگاهی خواسته باشن در هر جای کره زمین صحبت کنن زبان انگلیسی، زبان واحد رو پسندن، زمان بندی زبان واحد به سوی واحد. نماز برکاتی داره که با اینکه چند هزار جلد کتاب راجع به اسرار نماز با قلمها و بیانهای مختلف نوشته شده، هنوز هم اسراری در نماز است که هنوز گفته نشده. خب آیه 78 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.